9 واقعیت درباره پریود که باید فراموششان کنید. به کانال ما خوش اومدین. زنان به طور پیوسته متوسط 450 بار دوره قاعدگی را در طول عمر خود پشت سر می‌گذارند و هر بار حدود 60 میلی لیتر خون از دست می‌دهند. البته این تمام ماجرا نیست. زنان مجموعاً حدود 6000 دلار محصولات بهداشتی در دوران پریود خود مصرف می‌کنند. اما این مسئله موضوع صحبت ما نیست. قرار است در این مطلب به باورهای غلط درباره سیجل قاعدگی زنان بپردازیم که بیشتر زنان در سراسر جهان به آنها اعتقاد دارند. باور غلط شماره 9. در دوران پریود نباید حمام کنید. برخی از خانم‌ها لذت دوشابه گرم را در دوران قاعدگی بر خود حرام می‌کنند. برخی تصور می‌کنند که اگر دوش بگیرند دچار عفونت‌های زنانه خواهند شد. اما باید این را بدانند که خون دوران پریود از زخم و جراحت بیرون نمی‌آید، بلکه از بخش داخلی رحم است و آب هرگز نمی‌تواند به آن ارگان داخلی بدن نفوذ کند. بنابراین بدون ترس از تشدید خونریزی و ابتلا به عفونت‌های رحم هر روز حمام کنید و خیالتان راحت باشد. حمام آب گرم در دوران قاعدگی خاصیت آرامش بخشی دارد، زیرا آب گرم سبب بهبود عملکرد رگ‌های خونی، ریلکس شدن مایچه‌های بدن و کاهش گرفتگی عضلات می‌شود. باور غلط شماره 8. اجازه استخ در شنا و یا دریا را ندارید. بسیاری از زنان تصور می‌کنند که شنا کردن در دوران قاعدگی برای سلامت بدن آنها مضر است. اما این طرز فکر اصلاً درست نیست. اولین دلیل این است که تامتون‌ها یا کاپ‌های قاعدگی اجازه ورود آب به داخل رحم را نمی‌دهند. دوم اینکه شنا کردن مانند دیگر ورزش‌ها سبب کاهش دردهای دوران پریود می‌شود. در مورد ابتلا به عفونت‌های زنانه در استخ نمی‌توان نظر قطعی داشت. اما بر اساس آمار موجود هر فردی ممکن است در استخ در معرض ابتلا به بیماری‌های پوستی، التهاب چشم و بیماری‌های مربوط به معده و روده قرار داشته باشد. برای کاهش خارش و دیگر مشکلات پوستی توصیه می‌کنیم بعد از خارج شدن از استخ حتما دوش بگیرید و بدن خود را با آب و صابون تمیز کنید. باور غلط شماره 7. زنانی که با هم زندگی می‌کنند تاریخ قاعدگیشان به صورت همزمان است. مارتا مک‌کلینتون نخستین فردی بود که در سال 1971 میلادی این فرضیه را در مقاله علمی خود با نام نشرار مطرح کرد. او ثابت کرده بود زمان قاعدگی دوستان و خویشاوندان بعد از مدتی زندگی در کنار هم به طور 100% منطبق بر هم خواهد بود. دلیل او برای اثبات این ادعا فرمون‌های شیمیایی ترشح شده از بدن زنان بود. فرمون‌ها مواد شیمیایی هستند که قادرند گیرندگان پیام را خارج از بدن تولید کننده پیام تحریک کنند و بر رفتار آنها تأثیر بگذارند. یعنی در واقع فرمون‌ها موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فردی افراد دیگر از همان گونه پاسخ‌های رفتاری ایجاد کنند. اما مطالعات علمی بعد از آن درستی این یافته را رد کردند و اعلام داشتند که تنوع یک عمل سبب همزمانی پریود زنان در یک خانه نمی‌شود. دانشمندان در تحقیقات جدید مدعی بودند که عوامل متعددی در این امر دخیل هستند و نتایج متفاوتی را رقم می‌زنند. به همین خاطر ادعای اینکه زنانی که با هم زندگی می‌کنند تاریخ قاعدگیشان همزمان می‌شود درست نیست. باور غلط شماره 6. بهتر است در دوران پریود موها را رنگ نکنیم. برخی از زنان بر این باور هستند که به دلیل تغییرات هورمونی موها رنگ نمی‌گیرند یا مثلا می‌گویند دکلور رنگ را باز نمی‌کند. همین طرز فکر عمومی دانشمندان را بر آن داشت در این زمینه تحقیق کنند. نتیجه بررسی آنها نشان داد با اینکه موها در دوران قاعدگی زنان آسیب پذیر و شکننده می شوند، اما تغییرات هورمونی در این سیکل در تولید چربی مو تأثیری ندارد. به این معنی که شما هر زمانی که دوست دارید موهایتان را رنگ کنید. فقط برای شفاف، براق و سالم ماندن موها به آنها رسیدگی کنید و از سرم ها و ماسک های آبرسان بهره بگیرید. باور غلط شماره 5. در دوران پریودی بهتر است اپلاسیون یا تتو نکنید. اپلاسیون، تتو کردن و یا بوتاژ زدن هیچ تضادی با سیجل قاعدگی ندارد. با اینکه برخی تصور می‌کنند در این دوران نباید هیچ کدام از این کارها را انجام داد، اما ما این اطمینان را به شما می‌دهیم که هیچ مشکلی ندارد و لازم نیست وقت تتو و یا اپلاسیون خود را عقب بیاندازید. فقط یادتان باشد این کارها در دوران قاعدگی درد بیشتری به همراه خود دارند. باور غلط شماره 4. باید درد پریودی را تحمل کرد و قرص نخورد و لازم نیست که پیش پزشک بروید.
تقریبا بیشتر زنان در دوران قاعدگی دردهای شکم، کمر و گرفتگی عضلات را تجربه می‌کنند. بر اساس آمار رسمی بین 45 تا 93 درصد زنان قاعدگی دردناک، درد غیر معمول در قسمت شکم را دارا می‌باشند. بین 3 تا 33 درصد دردهای شدیدی دارند. همچون افزایش دمای بدن، حالت تهوع، سرگیجه و دیگر نشانه‌هایی که بین 3 تا 1 روز آنها را آزار می‌دهند. قاعدگی دردناک چرخه عادی زندگی را برهم می‌زند. به همین خاطر بهتر از زنانی که این درد را تجربه می‌کنند، حتما به پزشک زنان مراجعه نمایند تا درمان مؤثر آن را بیابند. دوره درمان این مشکل حدود از 3 دوره پریودی و بین 2 تا 4 ماه ادامه خواهد داشت. با اینکه بعد از درمان دردهای قاعدگی همچنان وجود خواهد داشت، اما شدت آنها کاسته خواهد شد. باور غلط شماره 3: در دوران قاعدگی باردار نخواهید شد. این یکی از رایج‌ترین باورهای غلط در مورد سیکل قاعدگی است. قدرت باروری در دوران پریودی قوی نیست، اما بین 12 تا 16 روز قبل از سیکل بعدی در قوی ترین حالت خود قرار دارد. اما این را فراموش نکنید که سیکل برخی زنان 21 روزه است، نه 28 روزه. همچنین این را هم بدانید که اسپرم مردان بین 5 تا 7 روز در رحم زنان میتواند زنده باقی بماند. با این تفاصیل، داشتن رابطه زناشویی کنترل نشده میتواند به تخمک گذاری و بارداری منتهی شود. باور غلط شماره 2: چرخه قاعدگی به وضعیت ماه بستگی دارد. این باور غلط به دوران باستان برمیگردد و یافتهای جدید ثابت میکند که بین وضعیت ماه در آسمان و سیکل قاعدگی زنان هیچ ارتباطی وجود ندارد. هر ماه حدود 25.5 روز است. این در حالی است که سیکل قاعدگی بین 21 تا 35 روز ادامه دارد. طول مدت قاعدگی ممکن است در طول زندگی زنان تغییر کند. اگر دوران پریودی بین 29 تا 30 روز باشد، احتمال اینکه با وضعیت ماه یکی شود وجود دارد. اما طبق زمان فقط یک تصادف است و همیشگی و پایدار نیست. و اما آخرین مورد، باور غلط شماره 1: استفاده از قرص‌های ضد بارداری و عقب و جلو کردن زمان پریود بسیار خطرناک است. خیلی از زنان حداقل یک بار در زندگی دوران پریود خود را عقب و یا جلو کردند، آن هم برای مسافرت و یا هر دلیل دیگری. اما برخی از مصارف قرص و عقب افتادن قاعدگی هراس دارند و تصور می‌کنند که این کار برای سلامتیشان مضر است. باید بدانید که دانشمندان ثابت کردند که این کار هیچ اثر منفی بر روی بدن ندارد، حتی گاهی هم مفید است. مثلا شما وقتی دچار قاعدگی دردناک هستید، با مصرف قرص می توانید این رنج را به عقب بیاندازید. البته این کار نباید به روال عادی زندگی شما تبدیل شود.